بشیم، همچنان که در اون مؤسسان ها گفتم بابا جان ما چه بحثی داریم با مزدور؟ نقطه عظیمتش مزدوری؟ مگه ما روشن فکریم؟ مگه ما قهوه خونه داریم؟ چه بحثی داریم با تومه تا وقتی تومه است؟ چه بحثی داریم با بریده تا وقتی بریده است؟ مگه معلوم بشه بابا جان این لپر خورده؟ بسیار خوب، مخلص دم هستی، هزاران ساعت بحث میکنه. آیا رابطه این که ما میخوایم مطرح باشیم، ما میخوایم جست بگیریم، ما میخوایم از خارجی که اگر بگه آقا شما نیستین، شما نقشی ندارین، که واو بشویم، آیا رابطه این با اپورتونیزم که آدم میخواد جستشو داشته باشه و جوابش که نه من نیستم، من اصلا پشم نیستم، ولی صبر کن، وقار و متانت مجاهدی که فکر نمی کنه دنیا تموم شد، نه با بمبارانش، نه با خلص الهش، نه با موسوی و غیر موسویش، صبر کن، خدا کنه که خلق قهرمان تکه گاه دیگه پیدا کنه بهتر از ما، خدا کنه که تشکیلاتی صمیمی تر از ما، خدا کنه که ارتشی بهتر از شما، ولی آخه نیست که. آره آقا جون، پس روشن باشی ببین همه چی عوض میشه، ما هم هیچی نیستیم، شاهنشاه ریامر دوباره برمیگرده، امام راحل هم برمیگرده لعنت الله علیه، خامنه ای هم هست، انتری نجاد و موسوی، همه اینا ما رو سرکوب میکنن. خب اگه سرکوب میکنن که هستیم، 3 تا مجاهد هم کافیه برای یک شهر، چه برسه 5 تا، چه برسه 10 تا، بچه محله رو جمع میکنیم، بقیهشو بلدیم، قبلا هم کردیم. آری صندوق صدق اشرف میگوید الهی که موسوی با هر سابقه ای وایسته، الهی که جلو ولی فقیه وایسته، الهی که شکاف بیشتر بشه، راه برای مجاهدین، مجاهدین خلق و خلق قهرمان ساده تر میشه. دعوا نداریم، ما اول میخونیم کوبیدیم ملت بدونن که ما شال سبزی نیستیم، این اول هویت خودمونه که نمیتونیم منکر بشیم، فرصت طلب که نیستیم که حد و مرزامونو باش بکشیم. حالا جدای از این حرفا، بفرما خوش آمدید، فقط به یک شرط. مریم گفت دیگه، بازم بگو منافق، بازم بگو تروریست. الان که تو داری به انتخابات اعتراض میکنی سال 88، خب ما 55 کردیم، گناهمونی که 30 سال از تو جلوتر بودیم، ریاست جمهوری امام امت هم زدیم تو سرش، نخواستیم. نه اصلا من مطرح نیستم، مطرح هم نمی کنم خودم، من نمیگم وسط تظاهرات هرچه مجاهدین بالا ببرین ها، بذار اون بازیشو بکنه، صندوق صدق کنیم که خود تو مطرح کن. اپورتونیزم میگه که زود باش، تون باش، مبادا چیزی از دست بدی. مجاهد چی میگه؟ هیچ از دست نمیدم تا مجاهدم، به دست میارم، هیچی از دست نمیدم، در اپورتونیزم از دست میدم، در گرایش خود به خودی از دست میدم، در جهل از دست میدم، در آگاهی و مشی اصولی که چیزی از دست نمیدم، چی رو از دست میدم؟ سوال دارم ازت، اول سوال دارم. بله. در سال 58 که برای مجلس انتخابات میکردیم، بابات بهت چی گفت؟ 30 سال پیش بابام گفت به اینکه که اگر آیت الله دزفولی به تو که آیت الله زاده بودی چی گفت؟ گفتش که اگر شما اینا رو نمیشناسین، گفت اگر اینا یک نفر از شما رو راه بدن تو مجلس، من میرم بالای منبر ریشمو میتراشم. باور کنید من از سال 58 این یادمه، پدرش شخص جلیل القدریس ها، ولی اینو به ما گفت، گفت شما اینو نمیشناسین، این شاهدو برای این خواستم. واقعا لطف کردین، به هر حال من الان صحبت میکردم. صبر کن، خانواده شما چند تا شهید داره؟ همین خانواده خودتون که تازه پدرش آیت الله هم بوده ها، الان خواهر و برادرم شهید شدن، یه دامادمون هم شهید شد. خب بقیه مجاهدین هم که خودتون میدونین، رفتیم قوم، عباس بود، خب از خانواده اشراقی، الان نمیدونم اینجا تو این جمع شما کی هست، قوم خیش خمینی بودن، گفت الان پیش خمینی بودم، ازش پرسیده بود تو دنیا خودش که آقا شما میخواین چه برای سر مجاهدین بدونه، گفت قصه نخور، آنطوری نمیشی،
بعد مهندس اشراقی رو، جلیل تو مهندس اشراقی رو میشناسی یا نه؟ بله 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 میشناسمش. این بنده خدا بسیار آدم شریفی بود، هوادار و سمپات. ما که میرفتیم دیدن خمینی، میرفتیم خونه مهندس اشراقی، ملاقات خمینی هم که رفتیم اون بود. اینقدر دل هوره داشت، اینقدر دلش تاپ تاپ میکرد که واقعا سلام برو باد رژیم اعدامش کرد. عجب رژیم که یک طوری بشه که این خمینی با ما را بیاد. وقتی برگشتیم از ملاقات با خمینی به من گفت، دلم راحت شد، خیالم راحت شد. گفتم چرا؟ گفت آخرش مگه ندیدی امام خندید؟ گفتم خب چی شد؟ اون که نمیخنده، به توی کاری کردی خندید. یک سال و اندی بعد همین مهندس اشراقی رو به عنوان مجاهد گرفتن اعدام کردن. حرف بابای جلیل از این موضع گفتم که از اون زمان میگفت آقا جان حساب باز نکنین رو اینا. حالا من چی میخوام بگم؟ آقا یا للمجاهدین، سرمایه رو که حاصل رنج 30 ساله ملت ایرانه جمع کردین تو اشرف. خدا وکیلی مبالغه میکنم که میگم اگه قدرش یک بود الان در هر تابلوی 100 است. این سوالمو جواب بده. فکر واقعا من حالا شما الان گفتیم، فکر میکنم ما اگر بفهمیم تو اشرف چی هست، اصلا چه نقطه ای داره، پشت اون قوانین پایداریشو در میاریم و پشت اون سر میزنیم به این راه و واقعا یک کیفیت دیگه ای خواهیم شد. خودم فکر میکنم هر چقدر ما داریم، من که در خودم دارم میبینم الان هر چقدر میخورم ناشی از همین اینه. آخه قله ای مثل شما هست، آخه انقلاب هست، مگه میشه؟ من واقعا خودم الان که گفتم آدم خجالت میکشه. ببینین آدم سرمایه تو جیبشه، تو دستشه، تو امکانه چه. واقعا واقعا این که میگم خودم الان به این نقطه هستم، واقعا قدر اشرف رو فهمیدن و سر بهش به قوانینش گذاشتن و اون رو به کار گرفتن، رو سر گذاشتن و جلو گذاشتن. اونم گفتم به فلواقع قله‌ای که شما هستید و این خلق قهرمان، این تاریخش به والله قسم افتخاره و بالاتر از این افتخار به خدا هیچ چی دیگه نیست برای ما. گوش کن، سوالم از تو و همتون، به خاطر وقت این سوالو میکنم. ای برادران و ای خواهران، ورودیه ثبت نام و بس تو این تابلوها را با عزم جزم میدهید؟ بله. یعنی پالایش از هر عنصر خود به خودی و اپورتونیستی، این قیمت را میدهید؟ بله. برادر دوست داشتم مسئولین صحبت کنم ولی سر این نقطه احساس کردم که نمیتونم، باید بیام. هم گفتی که خودتون رو بخونید. بفرما. خواستم یه چند تا از لحظاتم رو بگم و واقعا استغفار کنم. راستش من میخوام بگم که این اپورتونیزم محض، اپورتونیزم مطلقه. اگه تا الان بحث اپورتونیزم خونده بودیم، این خود خودشه. اونجایی که آدم احساس میکنه که، با کمال شرمندگی میگم ولی خودم احساس کردم که سوء استفاده از خون شهیداشون تو این مدت که آدم خیلی چیز داره. بالاخره شهدامون که برای چیز دیگه رفتن، شما برای یه چیز دیگه شروع کردید. محمد آقا گفت که من باید برم که این راه باقی بمونه، ولی من خودمو که خودم احساس کردم که به دنبال یه چیز دیگه هستم. احساس کردم که راه اصلا عوض شده. وقتی لحظاتم رو خوندم تو این چند روزه خیلی به حول و حالا افتاده بودم که بالاخره نکنه یه کسی دیگه بیاد. مثلا حتی خواهر مریم مثلا از این شهدا، از ندای صالحی صحبت میکرد، خودم خیلی از حسادت داشتم که چرا از ندا صدیقه صحبت نمیکنه. احساس کردم که یه چیزی داره کم رنگ میشه، در صورتی که ندا صدیقه که برای اسم رست نرفتن. خیلی به هم میریختم، میگفتم نکنه بعد این سال یه کسی دیگه بیاد. الان که گفتید بحث خاورانه کردید، خودم احساس کردم که یه صف خیلی بالا بلندتری برامو زدید. راستش اینو همیشه توی خودتون من میدیدم، توی خامریم میدیدم، ولی الان که بس جدی شد احساس کردم که نفهمیده بودم این نقطه رو.
این که مجاهد هیچی نمیخواد. اگه این آدم بفهمه روی کردش تو مبارزه عوض میشه. من خودم احساس کردم که یه چیز دیگه یه طور دیگه میتونم مبارزه کنم. وقتی آدم احساس میکنه که مگه انقلاب و مگه الالعباد و مگه غیر از این، مگه برای غیر از این روزا میخواستم، خودم احساس میکنم که این رو اینو نفهمیده بودم موقع انقلاب، که واقعا اون روزی که اگه این رژیم سرنگون بشه تو هیچی نخواه. خودم خیلی لحظه داشتم الان با کمال شرمندگی، چون خیلی سخته، خودم رو دیدم تو خیابان‌های تهران که خواستم بگم که ما همون هستیم که سال‌ها مبارزه کردیم، خون دادیم، شهید دادیم. این نقطه بود که احساس کردم این سوءاستفاده از خون شهید است.